درود به شما مخاطبین عزیز با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم روحانی امروز با اعتراف به اوضاع بحرانی کشور و وضعیت فاجعه بار معیشتی مردم گفت قیمت ها از کنترل خارج شدند و مردم در تهیه مایحتاج خود در رنج هستند در همین حال محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه ای متولیان امور فرهنگی در جمهوری اسلامی از جمله روحانی را در بیان جنایت خاندان پهلوی به کمکاری متهم کرد محمدی گلپایگانی که این ادعا را در مراسم بنیاد مستضعفان مطرح کرد با اشاره به اسناد همین بنیاد گفت اسناد فراوانی از خاندان پهلوی و اموالی که این خاندان به زور از مردم گرفتن موجود است و خیلی خوب است که بگوییم چه بودیم و چه کاری انجام دادیم رئیس دفتر خامنه از مصادیق جنایت های خاندان پهلوی را نخست وزیری هویده خواند و گفت سیزده سال یک بهایی نخس وزیر این کشور بوده است اظهارات این جنایتکار در حالی است که سایت اقتصاد آنلاین در ایران نوشته صدای شکستن استخوانهای اقتصاد ایران در تک تک اعدادی که این روزها منتشر می شود پنهان شده و واقعیت به قدری ترسناک و دلهوره آور است که اگر نیروی پیشداز مردم را برای فردایی بهتر به پیکار و نبردی که به آزادی خدمی و آبادانی منتهی خواهد شد فرا نخواند دیگر امید برای زندگی و ادامه ی حیات به سختی قابل تصور است سران رژیم آزموده هموار فاجعه بار تاریخ را باز می آزمهند. همانطور که تجربه حداقل سه دهه اخیر نشان داده است رژیم ولایت فقیه اصلاح ناپذیر است و بدون حذف کامل حاکمیت ولایت فقیه نمی توان به عملی شدن خواستهای مردمی و نجات کشور از ورطه نابودی امیدوار بود مصطفی میرسلیم که در حال حاضر نماینده مجلس است و در سالهای 72 تا 76 وزیر ارشاد هم بوده در توییتری که فیلتر است نوشته این چه خفتی است که سخنگوی دولت مدعی شده اینستاگرام یک میلیون شغل در کشور آفریده است عدم خودباوری تا چه حد به دلیل فاصله ایجاد شده بین مردم و مسئولین اجازه بدهید کمی از کسب و کارهای ای اینستاگرامی برای جناب نماینده مجلس که قبلا هم وزیر ارشاد بوده توضیح دهم ده هرچند به خاطر اشتغال در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و ایران خودرو قاعدتا باید با نسل جدید و دنیا تازه آشنا باشند ببینید آقای میرسلیم اصر کنونی اصر ارتباطات است شاید دیگر لازم نباشد برای ارائه محصولات خود حتما مغازه داشته باشید حتما تبلیغات تلویزیونی روزنامه ای و سایتی داشته باشید شما می توانید با ایجاد یک صفحه در اینستاگرام به راحتی و بدون هیچ مشکلی جنس خود را بفروشید و اگر به دفاتر پیشخان یا ادارات پست سر بزنید می حجم محصولات سفارش گرفته شده تا چند روز بالا رفته است خیلی ها در عصر کرونا ناچار شدند که کلی مغازه خود را پایین بکشند بخشی به خاطر اجاره بودن مغازه را پس دادند همینها به جای چشم داشتن به تصمیمات شما در پارلمان و دیگران در دولت یک صفحه اینستاگرام زدند مسئولات خود را به خانه بردند و به مشتری های خود گفتند کسب و کارشان مجازی شده است خیلی از جوانان این کشور که هنری بلدند مثلا روی ظرف نقاشی میکنند یا غذاهای خوشمزه میپزند به واسطه اینستاگرام دارای درآمد شدند وارد بازار کار شدند و نامدار شدند دوران اهدعتیق گذشته است و راه و روش های زیادی برای کسب درآمد به وجود آمده است مثلا اگر این افراد چرخ توافی دست بگیرند و کالاهایشان را کنار خیابون بفروشند خفت نیست هرچند که کار آر نیست و های توافی هم برای جلب گردشگر لازم است کما که در استانبول میبینید از جناب میرسلیم که نماینده مجلس است و قبلا وزیر هم بوده و دیگر مسئولان کشور درخواست میکنم در شرایط سخت کرونایی که شب شدن یک روز برای بخشی از جامعه یک سال طول میکشد روی حساب مردم راه نروند خیلی از آنهایی که کسب و کار اینترنتی دارند احتمالا با خواندن این توییت با خود گفتند ای خدا قرار است دوباره چه بلایی سر ما بیاورد. باید از هر فرصتی که به کسب و کار مردم کمک میکند استقبال کنیم الان خیلیها به واسطه ای همین اینستاگرام زندگیشان سر و سامانی پیدا کرده است لطفا آن را خراب نکنید دنیا در حال تغییر است و نمیشود در برابر این تحولات مقاومت کرد باید با آن همراه شد همانطور که زمانی کتابهای خطی وجود داشت و با آمدن صنعت چاپ تحول بزرگی در عرصه نشر به وجود آمد همانطور که زمانی مردم با اسب و شطور به سفر میرفتند و حالا با ماشین و هواپیما زمانی با روشن کردن آتش و فرستادن دود به هم پیام میفرستادند و حالا از طریق موبایل و شبکه های اجتماعی با هم گفته بود میکنند زمان انتخابات ریاست جمهوری 96 جناب میرسلیم گفته بود که فیلم نمی بینم و موسیقی هم گوش نمیدهم. ازشان خواهش می‌کنم حداقل در فضای مجازی به ویژه اینستاگرام فعالیت بیشتری ای داشته باشند تا با جامعه آشنا شوند تمام وقت خود را در دفتر ایران خودرو و دانشگاه و مجلس نگذرانید کمی هم در جامعه حاضر شوید و به جز کتاب در زمینه احتراق موتورهای درانسوز مطالعات دیگر هم داشته باشید خوب است خصوصا درباره دنیای مجازی مثلا کتابی که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سید رضا عاملی نوشته او را که دیگر باید قبول داشته باشید وزیر امور خارجه ایران ساعت پیش در توییتی به سخنان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا درباره برجام واکنش نشان داد ظریف در این توییت که عنوان آن را حقیقتیابی برای بلینکن گذاشته به این ترتیب اقدامات ایالات متحده ای آمریکا را مرور کرده است از برجام تخلف کرده غذا یا دارو را برای ایرانیان مسدود کرده در عین پایبندی به قدنامه 2231 مجازات کرده است وزیر امور خارجه ایران سپس اقدامات ایران را متذکر شده است در سراسر این آشفتگی ایران به برجام متحد بوده تنها اقدامات اصلاحی مقرر را انجام داده است در ادامه این توییت ظریف پرسیده است حالا چه کسی باید گام اول را بردارد هرگز شکست حداکثری ترامپ را فراموش نکنید آنتونی بلینکن وزیر خارجه جدید آمریکا روز چهارشنبه هشتم بهمن ماه در نخستین نشست خبری خود گفت که ایالات متحده تا رسیدن توافق با ایران فاصله دارد و افزود که درباره توافق طولانی مدت با ایران با متحدان آمریکا گفتگو صورت خواهد گرفت او گفت که تا زمانی که ایران به تعهدات خود عمل نکند آمریکا به توافق هسته ای بر نمیگردد پیش از محمد جواد ظریف حسام الدین آشنا معاون رئیس جمهور ایران و علیرضا میر یوسفی معاون مطبوعاتی هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل هم به سخنان بلینکن واکنش نشان داده بودند آشنا در توییتی آورده بود وزیر خارجه آمریکا به شرط برای بازگشت کشور خود به اجرای تعهدات قصدنامه 2231 شورای امنیت نیم نگاهی به میراس شوم ترامپ دارد روز گذشته مجید تخت نماینده ایران در سازمان ملل با انتشار مطلبی در روزنامه نیویورک تایمز صبر ایران برای بازگشت آمریکا به برجام را اندک اعلام کرد و نوشت پنجره در حال بسته شدن است اگر دولت جدید آمریکا به تعهداتش عمل نکند و تحریم در زمان کوتاهی لغو نشود احتمال تعامل برجامی از بین می رود. معاون مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل هم در گفتگو با نشریه نیوزویک اظهار داشت دولت جدید آمریکا همچنین دولت قبلی تعهداتش به برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت را نقض کرده است شبکه کانادایی تورنتو به قطب پولشویی حکومت ایران تبدیل شده است شبکه گلوبال نیوز کانادا به نقل از فعالان حقوق بشر و, و کارشناسان مقابله با پولشویی گزارش داد از زمان تشدید های ایران در سال 2010 شهر تورنتو به یکی از قطبهای پولشویی حامیان جمهوری اسلامی تبدیل شده و دولت کانادا در این مدت برای مقابله با رشد انفجاری شبکه های زیرزمینی نقل و انتقال ارز کاری نکرده است این گزارش به نقل از منابع آگاه در زمینه مقابله با پولشویی نوشت صرافی های تورنتو به حکومت ایران کمک می تا تحریم ها را دور بزنند گلوبال نیوز به نقل از یک تاجر ارز که نامش فاش نشده نوشت تا پیش از سال 2010 حدود پنج صرافی ایرانی در تورنتو وجود داشت اما هم تعداد این صرافی ها به بیش از هفتاد واحد رسیده است کارشناس سابق مبارزه با پولشویی پلیس کانادا به گلوبال نیوز گفت او طی چندین نامه نتایج تحقیقات خود در مورد این صرافی ها را به اطلاع مقامات دولت از جمله وزیران دارایی کنونی و سابق کانادا رسانده و با آنها در مورد گسترش بازار زیرزمینی برای نقل و انتقالات ایران هشدار داده است دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خود نگهدار